درود فروان خدمتتون عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان، یکی از فیلترهایی که از این بعد توی برنامه ها از اون استفاده خواهیم کرد، فیلتر پوشای صعودی و پوشای نزولی هستش. خب بهتره که ببینیم این فیلترها چی هستند و در هر حال چگونه میتونن تغییر روند بازار رو به ما نشون بدن. برای روز گذشته فیلتری که پوشای صعودی را نشون میده، این نمادها داخلش بودن مثل فراور و گستر، اتکای ما، درهاور، پایین ترش میبینید و به شهر، توسن، سه شمال، سترام، به زاگرس، که خب حالا ما روی یکی دوتاشون نگاه میکنیم که ببینیم به چه صورتی این پوشای تشکیل شده. ببینید پوشای صعودی و نزولی سه تا شرط باید داشته باشه. اولین شرطش این هستش که قبل از اینکه این پوشایا تشکیل بشوند، بازار بایستی که به صورت نزولی یا صعودی مدتی رو طی کرده باشه. یعنی اگه پوشای صعودی بخواد تشکیل بشه، قبلش بایستی مدتی ما یک روند نزولی را تجربه کرده باشیم. به خاطر اینکه معمولا این پوشایا پایان نشان دهنده پایان یافتن یک روند هستن. خب وقتی که روند ما نزولی بوده، اگر یک پوشای صعودی هم تشکیل بشه، این میتونه نشون دهنده این باشه که دیگه روند نزولی برای این نماد پایان یافته. البته این هم خدمتتون بگم، تمام این الگوهایی که ما داریم میگیم هیچ‌وقت 100% هم درست نیستن. همچنین بایستی بقیه این موارد رو هم بررسی بکنید. ولی خب در حال در بسیاری از مواقع اینها میتونن حدود 70% درست واقع بشن، اگر که حالا تو بورس ما که حالا کلن هم بایستی همه چیز با همدیگه جور در بیاد. حالا شاید مثلا توی معاملات فارکس یا بازارهای مالی دیگه این مشکلات بورس رو هم کمتر داشته باشیم. پس اولین موردی هستش که یک مدت زمان زیادی بایستی این اتفاق افتاده باشه. حالا برای هر چقدر مدت زمانش بیشتر باشه، یعنی اون نماد مادر روند نزولی بیشتری قرار گرفته باشه، احتمال اینکه پوشای ما صحیح باشه هم بیشتر خواهد شد. خب حالا نگاه بکنید، این یک پوشای صعودیه. در یک پوشای صعودی یک کندل سمت راست کندل قرمز به رنگ سبز ایجاد شده که این کندل سبز ما تمام این کندل قرمز را یه جورایی کاور کرده و حتی یه مقداری بیشتر هم شده. توی این نمونه نگاه میکنید که حتی سایه های کندل قرمز هم توسط این کندل سبز پوشیده شدند. ببینید، البته حالا سایه ها خیلی میتونن مهم نباشن، مهم خود کندل هستش که توسط اون کندل دیگه بتونه کاملا پوشیده بشه تا ما بتونیم بگیم که یه دونه پوشای صعودی تشکیل شده. برعکسش، اگر که یک روند صعودی ادامه داشته باشه و برای یک نمادی مثلا تا یه جایی صعود انجام گرفته باشه و حالا بخواد که بازار برگرده، کندل قرمزی تشکیل میشه که بدنه این کندل قرمز از کل بدنه کندل قبلی خودش که سبز هست بیشتره و در بسیاری از مواقع حتی سایه رو هم تحت پوشش قرار میده. در حال اگر که هر چقدر بزرگتر باشه و سایه رو هم تحت پوشش قرار بده، خب قطعا ما رو میتونه به نتایج بهتری برسونه. خب حالا برگردیم روی فیلترمون و من مثلا این نماد سه شمال را در نظر گرفتم که توی فیلتر نشون داده شده که ببینیم پوشاش به چه صورتی هستش. الان میگه پوشای این به صورت صعودی هستش و بریم یه سری بزنیم به این نمادمون، یکم شکل بزرگتر کنیم. خب همچون که مشاهده میکنید، این نماد سه شمال از 3-3 تا 8-3 یک روند نزولی رو اولا طی کرده. حالا شاید این روند نزولی یک کمی کم بوده باشه، ولی خب بالاخره الان در حال الگوی پوشا یه جورایی تشکیل شده. ببینید
اون کندل قرمز قبلی که روز 9 سه داشته رو نگاه بکنید، توسط یک کندل سبز کاملا کاور شده، حتی سایه هاش هم کاور شده. خب حالا بیایم قبل ترش نگاه بکنیم، یعنی اینجا قشنگ اینجا مشخص پوشای نزولی ما، پوشای صعودی ما ببخشید، روند نزولی را چگونه تغییر داده. یه پوشای صعودی هم اینجا تشکیل شده، یعنی در تاریخ یک شنبه 24/2 که مشاهده میکنید یک کندل سبز بسیار بزرگ کاملا اومده اون کندل قرمز قبلی خودش را پوشونده و قدش هم بالاتر رفته، یعنی این هم مهمه. حالا هم خودش هم قدش بایستی از این قبلی هم یه ذره بره بالاتر، که حالا بالاتر هم اومده، این حتی از پایین ترش هم شروع کرده اومده بالاتر. ولی بعدش رو نگاه بکنید، پوشای صعودی ما یک روند صعودی را کاملا نشون میده. حالا اینجا رو ببینید، اینجا نگاه بکنید، در تاریخ 2/3 ما یک کندل سبزی داشتیم که 3/3 توسط یک کندل قرمزی کاملا پوشیده شده. این خود کندل سبزه هستش که می‌بینیم با کندل قرمز کاملا پوشیده شده و حتی سایه‌ش هم با سایه قرمز این پایین نگاه کنید کاور شده. پس اینجا هم یک پوشای نزولی تشکیل شده، یعنی الان برای این نماد سه شمال توی همین یک ماه اخیر وقتی که میایم نگاه میکنیم کلن این سه تا پوشای تشکیل شده، یکی این که خب درست بوده پوشای صعودی و بعدش هم روند صعودی شده، یکی هم اینجا که یه پوشای نزولی هستش و بعدش هم درست روند نزولی شده، یکی هم الان فیلتر داده نشون میده که مجددن براش یه پوشای صعودی دیگه ای درست شده و خب میتونه الان روند به صورت صعودی باز هم ادامه داشته باشه. حالا این یه نمونه هستش از پوشای که دیگه اینجا به که شما بخواید اینا بخرید یا نخرید. فرض کنید وقتی که اینجا این اتفاق افتاده بود ما میتونستیم با ریسک کمی توصیه بکنیم که این را بخرید. چرا؟ به خاطر اینکه غیر از اینکه الان پوشای صعودی تشکیل شده بود برای نماد سه شمال، وقتی میمدیم روی فیبو هم نگاه میکردیم میدیدیم که به 61 صدومی فیبو هم رسیده روی این موجی که اینجا داشته و از اینجا حرکت کرده تا اینجا، اصلاحی که کرده تا 61 صدوم اومده و این واکنش را اینجا نشون داده. ولی خب حالا برای این روند صعودی جدیدمون چه اتفاقی افتاده؟ ببینید این روند صعودی که جدیدن تشکیل شده، شما اگر این موج آخر را ببینید بگیرید فیبوشا، میبینید که اومده و در دو روز معاملاتی قبل به نیم فیبو رسیده و الان اومده بالا. یکم این پوشایا به ما دیر اعلام کرده، یعنی اگر فردا هم بخواد از اینجا باز بشه و به سمت بالا حرکت کنه خب دیگه حالا ارزشی نداره خیلی که بخوایم الان خریدش رو انجام بدیم. پس اینکه یک پوشایی تشکیل میشه دلیل نمیشه که حتما ما بریم و فردا اون سهم رو خرید بکنیم. ما بایستی بقیه اندیکاتورها، بقیه موارد رو هم روش حتما چک بکنیم. و خب وقتی من فیلتر رو برای شما دوستان میذارم اینجا که نگاه بکنید، میتونید تک تک این نمادها رو برید و نگاه بکنید که الان روی فیلتر ما به چه صورتی میتونن باشن و بهترین نقاط خریدشون کجا بوده، آیا این نقاط الان دیگه رد شده یا اینکه اگه بیاد پایین شاید بتونید باز خریدتون را انجام بدید. در هر حال این فیلتر برای پوشای صعودی هستش و فیلتر پوشای نزولی ما در روز چهارشنبه این نمادها را نشون میده: زقیان، فپنتا، فرود، خموتور، خمه، هپارسا، هپترو و اعتبار، شگویا، قسالم، قگلپا، قصابت، قشکر، سشاه، سمرا، رکیش، سفار، سخزر، کسرا و لکار و توشه، لسرما، به موتو، کساوه، پارتا و پلاسک. که خب قطعا وقتی که به پوشای نزولی برخورد میکنیم هم حالا باید بررسی بکنیم که اگر این نماد رو داریم احتمال برگشت بازار برای اون نماد وجود داره و اگر که واقعا فکر میکنید که الان میخواد برگرده میتونید برای فروشش اقدام کنید. مثلا الان این نماد فپنتا رو با هم دیگه یک نگاهی بندازیم. خب ببینید الان پوشای نزولی به ما نشون داده شده که خب کاملا
این پوشهای نزولی درسته، به خاطر اینکه اگر که توجه بکنید اندازه این کندل قرمز از این کندل سبز قبلی خودش خب خیلی پایین‌تر اومده و کلن کندل سبز و سایش رو هم تحت پوشش قرار داده تا کجا اومده پایین. فقط یه شرطش خیلی الان همخونی نداره، اونم شرطی بود که چی؟ این سهم یه مدتی بایستی در حالت صعودی بوده باشه. ببینید اینجا هم الان ما یه پوشهای نزولی رو میبینیم در این سهم فپنتا، اینجا هستش. ببینید یه دونه به صلاح کندل سبز کوچیک اینجا داشته، یه سایه هم بالاخره کوچیکی طرف طرفش بوده، یه کندل قرمز اومده و خود این کندل سبز ما رو تحت پوشش قرار داده، حتی سایش سایه سبز رو هم تحت پوشش قرار داده. ولی خب اگه ذره میما پایین تر که قشنگ این کاور میکردین سایه این رو هم با خود کندل قرمز، یه قطعا الگوی ما کامل میشد. البته اینجا هم هنوز الگو هست، چون گفتم سایه ها حالا مهم نیست که پوشش داده بشن، اگر پوشش داده نشوند هم ما قبول میکنیم، ولی خب اگه پوشش بدهند درها سیگنال قوی تری به ما میده. فقط ببینید اینجا تفاوتش با اینجا چیه؟ تفاوتش اینه که در این نقطه برای فپنتا ما یک روند صعودی رو قبلش میبینیم و بعدش این به صلاح پوشای نزولی ما کاملا درسته تا اینجا اومده پایین. الان درها فیلتر اینو به ما نشون میده، ولی خب اون شرط اولی که من خدمتتون گفتم به نظر من اینجا محقق نیست و خب شما دیگه حالا بس به بقیه موارد توجه کنید. غیر از اون که اگر اینجا ما الان یه دونه فیبو هم بگذاریم، میبینید که اتفاقا این الان به 61 صدومیش هم خیلی نزدیک شده، یعنی اگر هم حالا بخواد قرمز بخوره شاید تا همین حوالی بیشتر پایین نیاد و بعدا اینجا خب به حمایت 61 صدومی فیبو برخورد بکنه بخواد تغییر جهت بده. بنابراین زمان این هم خیلی مهمه، یعنی اینجوری نیستش که الان چون این فیلتر به ما اینا رو همه این نمادا رو نشون میده بگیم که آقا همه این نمادها فروشی ان و فردا بریم هر چی از این نمادا داریم بفروشیم. نه، اینجا فیلتر اینا رو به ما نشون میده که ما بررسی بکنیم و ببینیم که هان حالا این نمادی که الان ما داریم واقعا در چه شرایطی قرار گرفته. و الان هم به خاطر اینکه بالاخره دو سه هفته هست ما در یک روند نزولی قرار گرفتیم، اکثر این به صلاح نمادهایی که توی این فیلتر مشاهده میکنید در همین موقعیتی هستم. مثلا من الان لسرما رو هم نگاه کردم همینجور بود، مثل همین فپنتا بود، مدت زیادی الان تو سیگنال نزولی قرار گرفته، درسته اینجا توی فیلتر اووردتش ولی این شرط قبلی را اینجا این فیلتره رعایت نمیکنه، یعنی اینقدر دیگه هوشمند نیست که فقط نگاه میکنه که ببینه اگه کندل قبلیش را بیشتر کاور کرده اعلام میکنه، ولی به این قضیه توجه نشده در نوشتن فیلتر که قطعا بایستی قبلش سیگنال های کل سب سعودی یا نزولی باشن. بنابراین این قسمت خودتون باید توجه بکنید بهش. و حالا نمونهش را خدمتتون گفتم. یه نمونه دیگه که یه ذره متفاوت بود با بقیه رو من اینجا نگاه کردم بود، مثلا این هپترو را نگاه بکنید. این الان هپترو هم الان پوشای نزولی داشت. بیاید هپترو رو نگاه بکنید. هپترو متفاوته به خاطر اینکه یه مدتی قبلش یک روند صعودی رو طی کرده. اگه نگاه بکنید این هپترو ما از تاریخ 25/2 به این طرف صعودی شده و اتفاقا این 25/2 یه پوشای صعودی هم زده. اگه نگاه بکنید این کندل سبز ما بالاتر از این کندل قرمز قبلیش قرار گرفته، قدش بلندتره، فقط این سایه بالاش کاور نکرده که خب مشکلی نیست، گفتیم که بالاخره سایه رو الان جزء حساب نمی‌کنیم. اگر که یه ذره بالاتر قرار می‌گرفت و این سایه قرمز رو هم کاور کرده بود چه دیگه خیلی عالی بود، ولی خب در هر حال اینجا یه پوشای صعودی داشته و بعدش می‌بینیم که حرکتش هم صعودی انجام گرفته رفته بالا. اینجا ببینید یه پوشای نزولی زده، تاریخ 6/3 یک کندل سبز داشته و بعداً تاریخ 7/3 رو نگاه بکنید یه پوشای نزولی زده، خیلی هم کندل قرمزی که کل
سبز قبلی و حتی سایش رو هم کاور کرد. مجدداً دو روز اومده بالا، یعنی 8.3 و 9.3 یکی اومده بالا و الان یه پوشای نزولی دیگه زده. این یعنی که داره اعلام خطر میشه به ما یه جورایی در ارتباط با هپترو، مخصوصا حالا اونایی که خب زودتر خریدن، برج 12 خریدن روی قیمت 3180 تومان خریدن که قطعا الانه وقتی که به حدودای 5800-900 رسیده سود خیلی خوبی رو سیف کردن. حتی اونایی که اینجا خریدن 4500 تومان خریدن که یادتون باشه اون موقعی بود که یه خبر خوب براش اومد، قیمت ها گرون شد و یکی از اون نمادهایی بود که اروز هم گفتیم خبر بنیادی داره و احتمال داره بیاد بالا. و اگر دوستان اونجا هم موفق شده بودن بخرن، چون بعدش فوری صفحه خرید شد، ولی خب میشد بازم خریدش رو انجام بدید، یعنی دو سه روز ببینید جا میشده خرید کنید. اونایی هم که اینجا خریدن 4500-600 خریدن، اینجا در حال یه زنگ خطر الان براشون، دو تا پوشای نزولی پشت سر هم الان تشکیل شده. با وجود این شما بایستی با بقیه چیزها رو هم بررسی بکنید، ولی در ارتباط با هپترو دیگه الان مثل اون فپنتا یا بقیه نمادهایی که قبلش حالا یک روند نزولی داشته باشن و الان پوشایشون نزولی باشه اینگونه نیست. این قبلش یک روند صعودی داشته و الان پوشای نزولی زده و دقیقا میتونه که الان یک حرکتی به سمت پایین را داشته باشه. در حال من آموزش این دو پوشا یا خدمت شما بزرگواران گفتم که انشاءالله از فردا تو برنامه هامون ما این فیلتر پوشای نزولی و پوشای صعودی نمادها رو هم بررسی کنیم. قطعا زمانهایی مثل الان که به اصطلاح دوران اصلاح کلی در بورس سپری شده و بیشتر موقع اینه که افراد دوست دارن ببینن چه نمادهایی بخرن، خب پوشای سعودی رو بس مد نظر داشته باشن بیشتر و روش تمرکز کنن. و زمانی که بالاخره تا یه جایی میاد بالا، مثلا شاخص اگه دوره حرکت کنه تا 2,600,700 اینا بیاد بالا و اون موقع کسایی که الان خریدن میخوان یه سیو سودی بکنن، اون موقع بیشتر بایستی به پوشای نزولی دقت کنید. ولی در هر حال ما هر روز دیگه این دوتا فیلتر رو تو برنامه هامون نشون میدیم. ممنونم که توجه کردید، منتظر نظراتتون در ارتباط با این برنامه هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.